یافته های بررسی تازه برخی رسانه ها در افغانستان نشان می دهد که وضع محدودیت های تحصیلی و کاری بالای زنان در این کشور باعث افزایش بیماری روانی در میان زنان شده است. گروه طالبان سال گذشته پس از تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت شدیدی بر آموزش و کار زنان وضع کردند و باعث خانه نشینی شمار زیادی از زنان شدند و این شرایط به افزایش شمار بیماران روانی منجر شده است. پزشکان در بیمارستان مرکزی هرات در غرب افغانستان به رسانه ها گفتند که تنها در بخش روان درمانی این بیمارستان روزانه بیش از 200 زن برای مشاوره و درمان بیماری روانی مراجعه می کنند. گفته می شود در سایر ولایت های افغانستان نیز گزارش های مشابه وجود دارد. به گفته آنان 20-25% مراجع کنندگان زنان و دخترانی هستند که قبلا دانشگاه می رفتند و یا کارمند نهادهای دولتی بودند. به گفته این پزشکان استراب، استرس و افسردگی از شایع‌ترین مشکلات روانی در میان زنان است. گروه طالبان پس از سرنگونی دولت پیشین در سال 2021 میلادی تا کنون برخلاف تعهدات خود به آمریکا و جامعه جهانی مبنی بر محدود نکردن آزادی و حقوق زنان، بیشتر زنان و دختران را از حق کار و آموزش و آزادی‌های اولیه فردی و اجتماعی محروم کردند. طالبان حرکات اعتراضی زنان را با زور اسلحه سرکوب می کنند و برخی از زنان معترض را بازداشت و شکنجه کردند و تحت فشارهای شدید از آنان تعهد گرفتند که در اعتراضها شرکت نکنند. خانم راضیه احسانی فعال رسانه و حقوق زنان افغانستان از شهر روم ایتالیا با ما همراه هستند. خانم احسانی سلام بر شما، وقتتون بخیر. سلام خدمت شما، در خدمت شما هستم. گزارش‌ها از افزایش بیماری روانی زنان با وضع محدودیت‌های تازه حکایت داره. معلومات شما از وضعیت زنان افغانستان چگونه است؟ بفرمایید. تشکر از شما. زنان افغانستان در یک و نیم سال از چند جهت فشارهای روانی شدید را متاسفانه متحمل شدند. در ابتدای امر آزادی زندانیان و مجرمانی که سابقه قتل و تجاوز داشتند که همگی از زندانها توسط طالبان در همون بد به برد طالبان به کابل رها شدند و زنان متضرر متاسفانه هنوز هم ترس و وحشت از انتقام را دارن تجربه میکنن و تعدادی از این زنان حتی قربانی همین انتقام ها شدند. فشار روانی به خاطر مسدود شدن مکاتب و دانشگاه که منجر به حبس خانگی دختران شده و آینده نامعلوم و همچنین برباد رفتن آرزوهایشان باعث شکنجه روحی دختران شده. از طرفی هم فقر و بیکاری خانواده ها باعث ازدواج اجباری و همچنین فروش کودکان شده و خشونت های خانگی علیه زنان به شدت افزایش یافته. تفریحات در بیرون از خانه که ما شما می دانیم که به عنوان یک مسکن استراب و تنش روانی عمل می کنه، اما طالبان رفتن به پارک ها هم برای زن ها محدود کردن. فشار روانی ناشی از ممنوعیت فعالیت زنان، مخصوصا زنانی که سرپرست خود را در انتحاری های طالبان از دست دادن و حالا نمی دانند که چطور شکم فرزندان خود سیر کنند، واقعا اسفناک هست. 6 ماه قبل ما خانمی را داشتیم که سرطان سینه داشت و شوهر نداشت، قرار بود که برای ادامه شیم درمانی خودش به پاکستان بره، اما طالبان اجازه خروج ندادن چون این خانم محرم نداشت و در کابل درگذشت و حالی 2 دختر نوجوان و 3 کودک این خانم در این خانه تنها زندگی میکنن. و میخواییم بدونیم که واقعا از نظر جامعه جهانی این فشارهای روانی مردم افغانستان چه وقت میتونه برای اونها قابل درک باشه و چه که اقدام کنند. بله، با توجه به تداوم وضعیت موجود برای زنان افغانستان، خواست شما به عنوان فعال حقوق زنان از جامعه جهانی و بازیگران دخیل در قضیه افغانستان چیه؟ 3 سال قبل آقای خلیلزاد دروغ بزرگی را به جامعه جهانی گفت. گفت که طالبان تغییر کرده و باعث شد که 1.5 سال به این سو افغانستان دچار سونامی طالبان شود.
1.5 سال هست که زنان افغانستان فریاد میزنند که خانه نشینی زنان و دختران فرهنگ مردم افغانستان نیستند. اما به تازگی بعد از گذشت 1.5 و قریب به 2 سال میشه که مقامات خارجی مخصوصا آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعتراف میکنه که در افغانستان آپارتاید جنسیتی در جریان هست. البته این حرف تازه‌ای نیست، اما این اعتراف برای ما مهم هست و نشان میده که خواست ما زنان افغانستان در مورد عدم به رسمیت شناخته شدن طالبان نتیجه داده و نتیجه هم میده انشالله. و اکنون خواست ما زنان افغانستان این هست که حق تحصیل، کار و آزادی خود را به کمک راهکارهای حقوقی و با توسل به همون قوانین و کنوانسیونهای بین‌المللی به دست بیاریم. این در حالی هست که زنان افغانستان با طالبان هیچگاه مذاکره نمی کنند، چون در دید زنان افغانستان طالبان هم گروه تروریستی و قاتلان فرزندان ما هستند و تنها راه حل مسئله افغانستان از نظر ما زنان افغانستان سرنگونی طالبان است. با تشکر از خانم راضیه احسانی که از ایتالیا با ما همراه بودند.